با عرض سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز، آرزومند هستم که جور و صدمند و سر حال باشین و بازم در روبروی تلویزیون هایتان نشسته و برنامه مالگره تعقیب کنین. دوستای عزیز، امروز خواستیم که یک جرمن رول بسیار خوب از گوشت سینه مرغ بر شما آماده بسازیم. در نخست میریم مواد لازمه را میبینیم، بازم با ما باشین. مواد لازمه جرمن رول: روغن 30 میلی لیتر، مطر 1 گیلاس، آرد سخاری به قدر ضرورت، گوشت سینه مرغ نیم کیلو، پیاز 2 عدد، زردک 2 عدد، کچالو 2 عدد، تخم مرغ 2 عدد، شیر 1.5 گیلاس، آرد ترمیده نیم گیلاس، نمک به قدر ضرورت، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، سیر 4 دندانه. در نخست گوشت پخته می کنیم و یک دیگه می مانیم بالای آتش. پیاز هم اندازیم. به مقدار 30 میلی لیتر روغن می اندازیم. پیاز هم میمانیم که کمک زرد شود و کمک پخته شود. پیاز هم تقریبا پخته شده و حال گوشت هم اندازیم. گوشت سینه مرغ که قبلا توته توته کردیم خورد خورد و حال میندازیمش. و حال سیره میگیریم، تراشک میکنیم، سیره تراشک میکنیم و دوستای عزیز، سیر بسیار مفید است، همچنان بوی بسیار خوب داره وقتی که ما اینو در غذا استفاده میکنیم. دوست عزیز، شما میخوام این که گوشت مرغ زود پز است و بسیار زود پخته میشه. با حال کم نمک همراه با مرچ سیاه میندازیم. مرچ سیاه بسیار بویشه، خوبش میکنه و همچنان هر بد غذایی که یا هر مواد را که مدتی که خود استفاده میکنیم اگر بوی خراب داشته باشه، مرچ سیاه مو بوی خرابش از بین میبره. و گوشتم تقریبا پخته شده، کچالو را مندازیم. دوست عزیز، جرمن رول را که پخته میکنیم بیشتر از موادش قبلا پخته کردیم و ترکایی های پخته شده است. زردک هم پخته شده و ریزری زیره توته کردیم. و همچنان مطر.
و دوست عزیز چی خوب است که همیشه در غذاهای خود از ترکاری‌های مختلف استفاده کنیم، گرچه فصل شام است و همچنان بسیار مفید است. از خاطر فایدهش کوشش کنیم که همیشه از ترکاری‌ها هم ارزان است هم مفید است، باید استفاده کنیم. گرچه موادش هم پخته شده بود و یه هم پخته شده آماده شده، گازش خاموش میکنیم تا وقت مواد دیگه شما نمیکنیم. دنخواست یک دانه تخمه مشکنانیم. به خوب شور میتیم، بعد میزنیم تا که خوب زردی و سفیدیش یکی شود. حالا شیره می‌ندازیم. و به مقدار نیم گلاس آرد می‌ندازیم. آرد را الک میکنیم. به مقدار نیم گلاس آرد میندازیم. چون کم بود بار نشد خوب یکم یکی ببریم. این خوب مخلوط میکنیم، حلش میکنیم با شیر و تخم و کمک نمک هم میندازیم بسیار کم. آردم خوب حل شد همراه با تخم و همچنان شیر بود و نمک. حالا یک کرایی را کمی چپ میکنیم. بسیار کم روغن میدازیم و کاری رو چرب میکنیم. کاریم چرب شد. می‌بینیم که کمک بسیار کم داغ بیه و زمی آرده که مخلوط شده بودم را با شیر و مواد دیگر مندازیم. یم پخته شده.
و حالا دیگه شو میندازیم. بعد یک کمک دیگه هم چپ کنیم. ببینید دوست عزیز چقدر نان مقبول میه. شما میتونین از این نانکا به شکل دیگه هم آماده کنین و چای صبح یا به صبحانه هم از این میتونین استفاده کنین. یه هم پخته شده بازش را خاموش بکنیم. ارتو خاموش کنیم. بعد میزنیم تا که زردی و سفیدیش مخلوط شده. آرد سخاری رو در قاب دیگه میندازیم با ساختی که او را آماده کردیم. موادی که قبلا آماده کرده بودیم این رو داخلش میندازیم. به شکل این رو دور میدیم. موادی که قبلا آماده کردیم در داخلش میندازیم. و حالا کمی روغن تکرایی میندازیم.
و حال اما قبلا که تخمه لطزده بودیم تمام امیره در داخلش مندازیم. بعد آب سخاری میزنیمش حالی را در داخل روغن بیدازیم. و تا این مدت که او سرخ میشه دیگه شد در تخم اختر میکنیم. و حال یک ظرف دیگر را میگیریم و روش کاغذ میندازیم تا روغنش را جذب کنیم. تمام جرمن رول را پخته کردیم. همچنان یک ظرف همراه با بادرنگ و پوست بانجان رومی تزیین کردیم و حال تمام جرمن رول که پخته شده در داخلش میچینیم. دوست عزیز ببینید که چقدر زیبا آمده و همچنان مزیش هم شاید این قسم باشد. اما قسم که خودش زیبا است مزیش هم شاید خوبتر باشه. شما هم حتما در خانه هایتان امتحان کنید و ببینید که خوب به این اندازه کافی است. دوست عزیز این بود غذایی که امروز به شما آماده ساختیم. آرزومند هستم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد تمام شما را به خداوند یکتا امانت می سپارم. بقیه روزتان خوش. خدا حافظ.